با درود بر شما هموطنان گرامی بزرگوار، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است و 26 از ماه نوامبر. در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید یک بحث انتقادی داریم. سالیان هست، فکر کنم بیشتر از 3 سال و نیم 4 سال هست در موضوع مغالطات صحبت میکنیم. بیشتر این متون تاریخی رو دینی از کنم کارنامه روشنفکران اینها رو ما میاریم و قطعاتی از اینها رو میخوانیم معمولا و مغالطاتش رو از صحبت که بررسی میکنیم. امروز مطلب دیگری خواهیم داشت. زیر فرمایید که یک غزل از خواجه حافظ شیرازی برای شما بخوانم. بله، نفس بر آمد و کام از تو بر نمی آید، فقان که بخت من از خواب در نمی آید، صبا به چشم من انداخت خاکی از کویت، که آب زندگیم در نظر نمی آید. چنان به حسرت خاک تو، چنان به حسرت خاک در تو می میرم که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما، ورنه به هیچ وجه دگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و آن غریب بلاکش خبر نمی آید. تو در تو، تو در تو معنی در واقع مفاهیم مختلف هست با یک پشتوانه از نیرومند از فرهنگ. می فرماید مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از اون غریب بلاکش خبر. در یابان ها که گم می شدن توی این قصه های قدیم دائم می خوانیم که اینها فلان کس که سرگردان بود و در منتهای نامیدی ناگهان سواد شهری رو دید، یعنی سیاهی یک شهری رو در افق دید و رفت در اونجا ساکن شد. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید. سواد اینجا سیاهی زلف و اون سیاهی عرض میکنم شهر که مشهور است به همه آمیخته، و میگوید که عرض کنند که وارد این شهر شده دیگر خبری از اون نیامد. یعنی متعدد درجه به داستان شیدایی و عشق هست معنی. در این شهر زلف تو به کل گم شد این دل، هیچ خبری هم دیگه از اون نیامد. این فکر میکنم به تو غزل باشه اینجا. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید. ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا، ولی چه سود یکی کارگر نمی آید. بستم حکایت دل هست با نسیم سحر، ولی به بخت من امشب سحر نمی آید. در این خیال به سر شد زمان عمر، هنوز برای زلف سیاهت به سر نمی آید. زبس که شد دل حافظ رمید از همه کس، کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. کمی شرط وفا ترک سر بود، حافظ برو اگر ز تو کار این قدر نمی آید. یعنی یه چیز جزئی که جانت رو در راه عشق فدا کنی. خب اجازه بدید که خدمت شما عرض کنم که اخبار داخلی خدمتتون بدن. بعد 3 سال و 8 ماه بالاخره این رساله، نمیدونم اسمش چی بذارم، کتاب مربوط به رستم و سهراب که در این 3 سال در من 8 ماه گذشته همه وقت ما به این راه رفت تمام شد سرانجام، و دوست محترم مشغول تایپ هستن. اینا یک کتاب است در واقع، و در واقع نامش هم خواهد بود نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و گزینشی جدید از رستم و سهراب. این چاپ انتقادی در واقع چاپ ماکان هست که در هندوستان شده. آقای ترنر ماکان افسر انگلیسی که مبتنی بر تحقیقات انگلیسی دیگری به نام لومستن با نسخه که در اختیار داشت، که البته نسخه ماکان نسخه قدیم نبوده، یک نسخه عرض میکنن که قرن نهم دارد، برای همه قرن دهمی هستن، یعنی روزگار صفوی. بنابراین ملحقاتش بسیار زیاد هست.
یکی هم حاصل زحمات اون دانشمند بزرگ فرانسوی آلمانی است، در واقع دانشمند آلمانی ما که آلمانی بود ساکن فرانسه در قرن 19 هم. فرانسه در واقع کعبه شرق شناسی بود. این میزان کارهای مهم که در کار هندوستان و چین و ایران اینها شده هم در جایی شده و مهل یکی از اونها بود. در این شاهنامهش عرض کنم آخرین جلد در واقع حدود سال 1878 با یک چاپ خارق العاده زیبا و گران که هنوز هم معتبره، بسیار بسیار تیزهوش بوده آقای مهل. این دو بوده. یکی هم شاهنامه چاپ مسکوست که عرض کنم زیر نظر آقای برتلس و بعد برتلس فوت شده 1957 و بعد برتلس پسر که در باب این پسر من هیچ منبعی نیافتم، دوستان میگوین این پسر اون بوده، از شبهت که عثمانوف و علیف و مرحوم عبدالحسین نوشین که از شخصیت های مهم توده بود، بسیار بسیار مرد دانشمندی بود، اهل تئاتر ادبیات و متخصص بود در لغات مصطلحات شاهنامه، این چاپ عرض کنم انجام یافت. و این چاپ در واقع همون نسخه لندن با اندک هاست و فزودی، اینها از سبب که آنچنان همتی نکردن، هنرشان این بوده که تشخیص دادن که این نسخه قدیم هست، نسخه 675، همین رو چاپ کردن. خیلی در این اصلا بعضی اغلاط فاحش هم که بوده اصلا تشخیص ندادن متاسفانه، از سبب که به عنوان مثال مثلا این بیت فردوسی در نبرد نخستین رستم و سهراب به مستی رسید این از آن اون از این، نسخه لندن مستی رو نوشته، اینا مستی رو کردن سستی. خیلی خیلی عجیب به نظرم اومد این همه از شبت که ادعا، ولی روی هم بهترین چاپ بوده، هنوزم به نظر من معقول ترینه. و بعد چاپ دانشمند عزیز و محترم آقای خالقی که در بابش بسیار صحبت کردیم، اینها به خصوص در باب چاپ خالقی دو بخش، یکی نقد رستم و سهراب ایشون هست، یکی نقد کل شاهنامه شد و در واقع اغلاط صریح ساختار شکن، اغلاط صریح بدن تعجب میکنه واقعا. مثلا فرض کنید که گجدهم خونده میشه به ضرورت وزنشه، از شبت که نامه می نویسد به کابوس ها. یه نکته میگم خدمتتون چون در این واقع صحبت کرد، میگوید که من چنین سواری ندیدم، یعنی سهراب. هجیر به میدان او رفت و به سرعت سهراب او را از پشت اسب برگرفت. میگوید فاصلش به اندازه‌ای بود که بر هم زند مشرا جنگجوی، گراید ز بینی سوی مغز بوی. اونقدر فاصله کم بود که یک چشم هم زدن یک سوار، منظورش خب یک انسان، و فاصله اندکی که بو از بینی به مغز برسه، اینقدر کم بود فاصله‌ای که هجیر توانست در مقابل سهراب مقاومت کنه. ایشون اینی کرده است که بر هم زند مژه را جنجوی، گر آید زبینی سوی مغز بود. پیداست که این استاد محترم بسیار بسیار بزرگوار ما معنی شعر نفهمیده. این دیگه عرض میکنم که کمتری چیزیست که میتوانیم بگوییم، اگه بسیره شرطی اصلا معنی نداره. همه چیز در نقد ادبی در خدمت سبک و معنی است، سبک و معنی. حالا اینجا موضوع سبک مطرح نیست اما بی‌معنی است. اگر آیت چه چیز آقا، اگر آیت یعنی چی؟ گراگرد یعنی فاصله اندکی که بو. خب بگذاریم از این داستان، باری مراتب بعدی رو خدمتتون خواهم گفت. این از اخبار داخلی. هر شبت که ما یک جلساتی هم داریم به مهمت دوستان در اولمپیک کالکشن کلاس های شاهنامه است. دوستان مرحمت میکنن، اینا مدتی است که چون من نبودم در لس آنجلس تعطیل هست و چون دارم باز میگردم خدمت دوستان خواهم گفت که باز در خدمت دوستان خواهی بود در محل اولمپیک کالکشن که حالا با دوستان که در واقع مسئول همیتا همات هستن بایستی صحبت کنم، برادران سالکی و سایر دوستان. چه روز عاشورا بوده، این روزها روز عاشورا بوده و اینا. دیشب داشتم نگاه میکردم به نوشته های مرحوم پروفسور برام در باب یزید
اینا میگوید که این یزید، حالا اگر این وصله این داستان کربلاش نبود، مرد جالبی بوده این یزید، اهل شعر و سخن بوده، اهل موسیقی و شراب بوده، آدم از شبکه مدنی بوده. خلاصه این مطلب که البته ما شیعیان که میدانید که مرونترین آدم ها این یزید است. حالا صحبت این یزید کردن، بابا این یزید انقدر فضیلت داشت به گذاش زینب حرفش رو بزنه، به قول دوستی یزید خلیفه اسلام جانشین معاویه، پدرش پادشاه بود، خب نشسته بود اونجا، آمد این اجازه داد که زینب حرفش رو بزنه. این یزید ما اجازه میده که حرفش رو بزنه؟ اون امام بیمار هم که نشان کنار دست خودش و عرض کنم عذرخواهی کرد، پسر عمو تقصیر شما شد، شما کودتا کردین و فلانی حرفا، با یه ثروت زیادی هم که این امام چهارم شیعیان رو، این علی اصغر رو، حضرت زین العابدین بیمار رو فرستاد به عرض کنم که مدینه، ماهانم یه پول زیادی به ایشون میداد ماهیانه. و این یزید هر شبت که متهم است به این که نمیدونم، خودش هم که نگفت اینا رو بکشیم، که این ابن زیاد و اینا، گفت بابا من نگفتم اینا رو بکشن، خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، رفتن اینا رو کشتن. خب البته از حضرت امام حسین علیه السلام هم که میدونه کودتا کرده بود علیه حکومت قانونی اسلام، قانونی بدون جهت که همه مردم بیعت کرده بودن، معاویه قبل از اینکه بمیرد راه افتاد و از همه بزرگان عرب بیعت گرفت برای پسرش، به جز چهار نفر که خدمت شما عرض کردم، عبدالله ابن زبیر، محمد ابن ابوبکر، عبدالله ابن عمر و حسین ابن علی. و بارها عرض کردم که این دشمنی بنی هاشم بنی امیه دشمنی قبیلگی قدیم بوده، موضوع اسلام و نمیدونم چی اینا مطلقاً، و همونقدر که اسلام امروز برای این آخوندها مطرح هست، برای اونا مطرح بود هزار درجه کمتر. دشمنی قبیلگی و پدرکشتگی و عرض می شود که این داستان ها برمیگرده به روزگار پرده‌داری کعبه و از این حساب کتاب. حالا بگذاریم، به هر صورت یه چیزی که سنت رو در یک جامعه به این زودی نمی شود که هر صورت که نه اون رو محو کرد و نه کاریش کرد، مگر این که واقعا به یک جایی به یک درجاتی برسه مدنیت و سطح تعلیم و تربیت که خود به خود این داستان های عقبانده رها بشود در خودش بماند در یک گوشه ای. و در روزگار قدیم که از سبب که سینه زنی می شد، یک عده از صدق واقعا می آمدن در بازار، مردم معمولی غیره تازیخانی می شد، اینها نمایش خوبی جالبی هم بود، در واقع با موسیقی تو هم بود، در بابش باید قبل از این صحبت کردن، ما هم که بچه بودیم رویم پشت با ما جای بهترین جای لوژ رو می گرفتیم و اینا، اشعار زیبا بود، بیشتر شعر و موسیقی بود که ترتیب داشت خود داستان. و مردم به صورت شیعه بودن برای 500 سال نمیدونم اینها کارا رو میکردن. حالا شده داستان دولتی، شو هم شده. خب در واقع وقتی دیسکو بود، بند و بساط این چیزها رو برداشتن، اینا هم شده از کنم محل تجمع جوانان و اصلا لباس اونچنانی رو پوشند و برای کارهای دیگر که اون کار دیگر بکنن که شما میدانی منظورن چیز واردی دستجات میشن. اینها با بودجه های دولتی و یک داستان خیلی بیمزه ایست، عزاداری دولتی و دستوری. عکس های هست لطفا همین عکس های عاشورا رو نشون بدین، امیر جان چند تا عکس خدمتتون هست، ببینید که داستان چگونه است.
بسیار خوب امیر جان گرامی. کافی امیر جان. امیر جان عزیزم، اون آقای آخوندی هست شعر حافظ میخواند خدمتون فرستادم، این رو هم نشون بدید که ببینیم که آخوند چگونه شعر حافظ رو تعبیر میکنه. خیلی جالبه، چون آخوندان قدیم مردمان محرومی بودن، می آمدن و اینا، خودشون هم یک سوزی داشتن. حالا یه مش آدم میلیونر، آدم جنایتکار، آدم های دوز، آدم های دروغگو، در واقع ضایع کنندگان حقوق ملت، حالا میخواد بیاد از بیچارگی و بدبختی حسین صحبت کنه. مثل که مثلا ما یک آدم اشرافی رو از کار به در بکنیم بخواد بیاد که احوال بیچارگان رو برای ما توضیح بده. ببینین آقا چگونه شعر تعبیر میکنه شعر حافظ رو. یک شهیدی به دست آورده وقتش کرده به شهیدان کربلا، حافظ بیچاره به این کارا نبود. آقا شیراز یک محلی بود مشهور در واقع به وجود و نفوذ اهل تسنن، در اونجا پادشاهان سنی اهل شراب و حافظ در خدمت اینها بود، از باب تا شام بازگساری بود و مطرب بود و ساقی بود و آواز بود. چه حسینی، لطفا این رو نشون بدین که بر هم بر تن ما ببیند این داستانی آخوندهای دروغگو. واقعا نمیدونم چی بگم. واقعا شاه شمشاد قدان خسرو و شیرین دهنان، که به مشگان شکند قلب همه صف شکنان. خب این داره خطاب میکنه، چون مقصود حافظ معلومه که مقصود حافظ شمشاد قدها همون راسخون فل علم، اونایی که در راسخ در علم. شمشاد شیرین، خسرو و شیرین دهن، شیرین دهن ها اونا هستن که داره علم لدنی بودن، یعنی علمشون علم خاصی بوده، دهان شیرین بوده، دهان تلخ نبوده، کلام شیرین بوده، اندیشه شیرین بوده، راه شیرین بوده. خسرو شیرین دهنان که به مشگان شکند قلب همه صف شکنان، با یه مژه‌اش تمام اونایی که میگن ما بزرگیم و بزرگیم و کمال داریم و ارزش داریم همه رو بیرنگشون میکنه. اون قد عظمت داره تا میرسه به این غزل، به این بیت: با صبا در چمن لاله سحر می گفتم. صبا باد صبا، این اصطلاحی است در عرفان و شعر که او جلوه حق، تجلی خدا که در سحرم معمولا است، با باد سحر است. اونهایی هم که رسیدن به جایی خیلی از سحر رسیدن. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم، این شهیدان که اند، این همه گلگون کفنان، اینا کی اند؟ همین هایی که خوابیده بودن تو سحر. به باد صبا گفتم، سحر گفتم، گفتم این شهیدان که اند، این همه خونین کفنان. گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ای، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان، وارد این باطن نشو که نمی توانیم بشویم. فقط از می لعل بگو، بگو اینا چقدر عاشق بودن، اینا چقدر با خدا بودن، اینا کیا بودن، چی کار کردن، در راه خدا چقدر فداکاری کردن. اینو بگو، اینو بگو. ظاهر، ظاهر رو بگو، بگو روز عاشورا که علی اکبر از میدان برگشت، اومد جلو پدر، گفت پدر جان جهاد
120 نفر رو به جهنم فرستاده بود. عرض کرد که یا ابن رسول الله پدرم، ثقل الحدیده اجهدنی، جنگیدم خیلی خسته شد، هلکه را شربت ملواء سبیل میشی خورده آب پیدا. امام حسین فرمود که علی جون حاتل سالک این زبون تو بیرون بیار. اخذهو زبان علی رو تو دهانش گرفت. فمسهو ای مکید ای مکید، انگشت رو از دست مبارکش در آورد گذاشت تو دهنش، فرمود علی جان این انگشت ارجع الی قتال عدوک. محتشمم میگه بودندی ودت همه سیراب بی مکید، خاتم ز قهد آب سلیمان کربلا. این آره آدم میگه حالا این چه عمقی علی از ولایت داره اینو نمیدانیم، چه خبره در باطن عالم نمیدانیم، این عالم غیب چجور این ملائکه و خب کافیست عرض کنم که بله سپاسگزاری میکنم و دوست گرامی آقای آل احمد مرحمت کردن اینو برای ما فرستادن. خدا نکنه یک ظالمی بخواد مظلوم نمایی کنه، چه فکر پریشانی، چه مهمل گفتنهای بیمعنی این مرد. قدیما بابا چهار تا آخوند با سواد هم بود، میومد بحث میکرد، بحث عرفانی میکرد، یه چیزای از فلسفه میدونست، یه گریزی هم میزد به کربلا. این از بن جاهل. این مرد جلوه های حق معمولا تو باد سحر، خیلی از سحر به جاها رسیدن. اینا چه معنی میده این حرفای مرد میزن؟ حافظ میگه از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. یک کلمه شهید، آقا خیلی جاها شهید بکن، چه ربطی داره آقای بی داستان؟ آخرش هم قاطی کرد این آخوند، خب بس میخورن اینا دیگه. گفت اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینیم. مال مفت مردم چهار برابر میخورن دیگه، عقلشون هم زایل میشه. اصلا این داستان خاتم مکیدن و زبان گذاشتن در دهن اکبر دو داستان مختلفه، دو اپیزود جداگونه است. چه ربطی داشت این داستان اینا به هم؟ هیچ کس هم دیگه گریه نمیکرد، میخندیدن، همه جیبا پر پوله و عزم میکنن که چوباق هم دستشون محافظ هم دارن، مال مردم هم. حق سیاسی مردم و حقوق انسانی مردم هم دوزیدن به خوش این گردن کلفتا. دیدی یک آدم باریکی شما دیدیم اینجا که اهل عرض میکنم بیداری باشه، اهل نمیدونم زهد باشه، اهل معرفت و علم باشه، نه همه شکم گنده گردن کلفت از پول مردم. آره میخواد برای حسین هم گریه کنم، عشق نمیاد، فقط این کار میکنه، یعنی دارم گریه میکنم چون عشق نیستشون بده که به کربلا زدنش دیگه خیلی مضحک بود، لباس سکسیش هم پوشیده بود. این دعوی هم تمام حافظ فرمود که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بستر منبر نمی کنم. اگه شعر درست خونده باشم. خب دوستان اجازه بدید من یه تکهی بخونم از وضعیت این آخونده و بعد برگردیم سر یک گرفتاری عمده خود ما از ستمکاری هایی که ما مردم داریم در باب حیوانات. کار ما به شقاوت رسیده واقعا. از یه هندی پرسیدم آقا این داستان گاو اینا، البته میدونستن در بابشون به صورت این داستان گاو خیلی قدیمه، در این فرهنگ آریایی اهمیتش خیلی بوده اینا. برگشت گفت برای که نشان بدیم تو این جامعه ترحم هست این رفتار ما با این حیوانات اینا. برمیگردیم سر مطلب، یک داستان از خواجه ابوالفضل بیهقی، یک داستان از شیخ اجل سعدی از من خدمتتون میخونم. اجازه بدید که ما در یک خاطرات و اسناد، اینا خیلی کتابای مهمی هست چون اینا واقعا اسناد محکمی است که اخیراً دوستان جمع میکنن و کتاب میکنن
آقای سیف الله وحیدنیا که در بابشون صحبت کردم. خب این یک خاطره است از یک شخصیتی که رفته است دیدن آسید ابوالحسن اصفهانی که از مهمترین ائمه شیعه بود در واقع، از مهمترین پیشواهای این تقوی هم تمام، ببخشید نه این دعوی هم تمام، این تقوی هم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنن. چون آخونده یک نازی هم می کردن، آواز می کنن، خانوما کجا هستن، داستان شما بهتر بلدی، قش می کردن یکتن رو خانوما. خب هر شبت که اینجا یک مطلبی هست زیر عنوان هر شبت که در محضر آیت الله اصفهانی نوشته عبدالحسین اورنگ، ایشون وکیل سردار اسعد بوده در موضوع املاک سردار اسعد، رو چون داستان درازه من میکشمش به کربلا که رفته اونجا، رفته یزد و چه کرده و چه کرده، اینا رو من نمیخونم خدمت شما. بله میگوید که راجب سرپرسکی ساکس کرد صحبت ها. چند سال بعد از آن تاریخ من به زیارت کربلا مشرف و زمستان 1304 شمسی را در کوفه ماندم. روزی همون سید ساله یا ست ساله در کوفه به دیدن آمد و معلوم شد از تبعید کویت نجات یافته. یه مش آخوند بودن اینا، انگلیس ها اینا رو مرتب تبعید میکردن و جا به جا میکردن از این حرفا. این کاشانی هم، آیت الله کاشانی که الان یه عکسش نشون بدید، لطفاً عکس آیت الله کاشانی رو نشون بدید با شاه سابق لطفاً. یک ماچی، چه ماچی، به چه بوسی، به 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 به، اگه ندیدیم ببین مزد کودتا آخوند کاشانی، این خیلی مهمه. بعد ببینیم ایشون اعلیحضرت محمد رضا شاه هستن، محمد رضا شاه کبیر، چون گفتن آقا شما لحنتون تنده، از این به بعد ما به ایشون میگیم محمد رضا شاه کبیر، کسی ناراحت نشه. دارن جبین مبارک آخوند کاشانی رو میبوسن. این ماجرا بعد از در واقع آتلا کاشانی داره مزد کودتا میگیره، مزد کودتا. شما نگاه کنید پادشاه مملکت، بله پادشاه مملکت دستش هم حتما بوسیده، یعنی بعد از کودتا ایشون به اتفاق آقای زاهدی، سپهبد زاهدی کودتاچی معروف، رفتن پیش این آخوند واقعا کذا و کذا، یه 10,000 تومان هم گذاشتن گویا زیر نهالی ایشون. این ماچو بوسم شاید راجع به اونجا باشه، شاید هم مورد دیگری باشه. خب وقتی که پادشاه مملکت بیاد این کارا رو بکنه دیگه وای وای بر احوال دیگرا. اولا رضا شاه اینا رو آدم حساب نمی‌کرد، کسی جرئت نمی‌کرد با عمامه و اینا تو خیابون ظاهر بشه زمان رضا شاه، منتها خب چون زور بود پایدار نشد. رسیده است به یک آخوندی، گفتم براتون ما کتاب دیدیم، دیده بله لباس مدرن پوشیده و اینا، گفت آخوند کو عمامه تو عباتو به صورت فریب تو اینا، و آقا دیگه در زمان اعلی حضرت حضرت عالی دیدیم و دیگه ما ریختیم دور. گفت نه نریختی دور، نگه داشتی تو پستو که من برم باز تنت کنی بیاییم مردم فریب بدی. اما ایشون ماشاءالله جلو افتاده بود از آخوندا. خب حالا میخونم خدمت. این هم یکی از اونا بود که کارها کرده بود، سابقش خوب بود و بعد هم که آمد و در واقع در مجلس ایران خیلی خیلی براش احترام قائل بودن، همراه نهضت ملی بود و اما یه مرتبه خیانت کرد برگشت و بعد هم در یک مصاحبه با هر شبت که اون نشریه معروف مصر گفت که ایشونو باید محاکمه کنیم و اعدام کنیم، دکتر مصدقو، و با تشکیلات دربار می ساخت، پول هم می گرفت آیت الله کاشانی. خب گفت در مجلسی به منبر رفتم. حالا این آسه ساله اونجا روزه می خونده و پولی می گرفته و زندگیش می گذشته، آقای سه ساله که داره تعریف می کنه برای آقای نویسن. گفت در مجلسی به منبر رفتم، آسد ابوالحسن اصفهانی از پای منبر من برخاست. این آسد ابوالحسن هر شبت که همونطور که عرض کردم از بزرگان آخوندها بود، کتاب صراط و نجات نوشته اوست، در همون جاست که میگوید و طفل شیرخوار رو میشه بعد برداشت و مالید، خیلی عزم خواب و اطفاء شهوت کرد،
این از فتاوی آسد ابوالحسن اصفهانی است که در واقع مربوط می شود به روزگار قبل از او، اما در کتاب صراط النجات اگر پیدا کردید نگاه کنید، خمینی هم این همین رو آورده در رسالش. اینا چه شیاطینی هستن فقط خدا می داند. تفخیز، می گوید تفخیز در اسلام عزیز چیز خوبی است، یعنی ران به ران مالیدن. دو سه بار اینو گفتم، از فرط زشتی آدم خجالت میکشه، اما اینا تفکرش باید اینا رو معرفی کنیم، اگر نکنیم چه بکنیم؟ تفخیز، بچه شیخا رو برداری و اون کارا رو بکن. از 7 سالگی شروع میکنن دیگه اینا بچه ها رو دیگه. مسئله مهمش هم عایشه است دیگه، که هرچی اینا خواستن این ننگ تاریخی رو پنهان کنن میسر نشون. همین داستان بچه 7 سال 9 سال، آقا قدشون بلند بوده، نشد. چه قدشون بلند بوده آقا؟ چوشو قد بچه های امروز خیلی بلندتره، خیلی خیلی رشیدتره بچه های امروز بچه های 1000 سال. آقا اونجا رست بوده، این ننگ نشد. این ننگ تاریخی و این جنایت هولناک واقعا. جواب اینا رو ندارم بدن. یکی اینه، یکی برده فروشی. برده فروشی مال مردم رو گرفتن به زور. اینا در بطن اسلام عزیز مرکوز اینها جز لاینفک این تعلیمات این مکتبه. حالا ایرانی ها مردمان بزرگواری بودن، آمدن برای این فلسفه درست کردن و عرفان رو نمیدونم چی. بله، یه همون آسد ابوالحسن اصفهانی نویسنده صراط النجات، من فراموش نمی کنم چون اولین بار این مطلب رو در صراط النجات این آقا دیدم. گفت در مجلسی به منبر رفته، یعنی آقا می رفته حرف می زده، آسد ابوالحسن هم می آمده پای منبر. این معمولا یه آخوند بزرگتری که می آمد پای منبر آخوند کوچکتر، مرحمت و لطف بود در حال این آخوند کوچکتر. اگر وسط سخن این آخوند این آقا پا میشد میرفت، دیگه نان او قطع میشد، تمام اینکه این به گرسنگی افتاده. حالا چرا میخونم خدمت. گفت در مجلسی به منبر رفتم، آقا سید ابوالحسن اصفهانی از پای منبر من برخاست و رفت و خبر این حرکت آقا نسبت به من شایع شد. آقا میدونی چی شد؟ آسد ساله رفته بود منبر، آسد ابوالحسن پا شد، یعنی ترک کرد، یعنی نفی کرد، انکار کرد. خب رفت شد و احدی دیگر مرا دعوت نکرد. اینا رو به چه دلیل میکنن که ببینید آخونده کی بودن، از چه طریق زندگی میکردن؟ فکر نکنید این آدم حسابی بودن یا دارای مقامی در جامعه بودن یا کسانی که اهل هوش بودن، فرزانگان. به اینا رو کسی واقعا به جای به حساب نمیابرد. یا شغلشون بود حسینی بکشن، اینم سنت و اینا بود. بعض کسان هم بده برای عوام فریبی، بعض هم از روی صدقی که داشتن یا اعتقادی که داشتن یه روزه میداشتن، یه 2 دلار به اینا، 2 تومن به اینا میداد. حالا میگوید که دیگه کسی من دعوت نکرد چون آسد ابوالحسن پاشد و رفت و در نتیجه با فلاکت دست به گریبان هستم. به این آقای نویسنده میگه البته هرچه مقدور بود به جا آورده، از نجف رفته، با آسد ابوالحسن نماز خوندم و با ایشان گفتم باقلا و گوشت بره و دنبلان خاکی داری. یعنی آقا رفته پیش آسد ابوالحسن گردن کلوف اصفهانی که حالا اصفهانی بودنش واقعا فرقی نمیکنه، که گفتم اصفهانی که معرفیش بکنم، یادم نری کجایی بوده، که آقا باقلا داریم و دنبلان داریم و فلان داریم، حالا میخواد دعوت بکنه و ازش خواهش کنه که ببخشه این رو داریم. فرمود فردا من کوپه منزل شما میایم و تشریف آورد. البته دیگه بله، گفت دست ملا اگر به قاب رسد، یعنی قاب پلو، میکند تا به حد آب رسد یا به سطح آب رسد. خب بعد از صرف غذا و خواب با ایشان ملاقات 3 ساله و 3 سال سرگذشته او را عرض کردم. فرمود ولی نظر به این که هر چه حرف در دهانش بود بدون دقت و تأمل میگفت. گو آقا چرا پاشدین اومدین؟ آقا این نونش قطع شده. گو آقا از حسب از هرچی در دهنش اومد میگفت. عرض کردم البته حق و آقا بوده، اما از نتیجه عمل آقا نسبت به سید زن و بچه هایش
که گرسنه ماندن هم فکر فرموده ای که آقا با این کاری کردیم کسی اینو اصلا دعوت نمیکنه، چیزی گیرش نمیاد، مفخوریش تمام شد. چند لحظه تأمل نمود، بعد فرمود این هم مطلبی است، دیگر صحبتی نشد. در خدمت ایشون به نجف آمدیم. بعد از ادای نماز با ایشون به حرم مشرف شدم و آقا سید محمد معروف به پیغمبر را که از اصحاب حضرت سید بود ملاقات و ایشون را به کناری برد، داستان را براش قصه کردم. این قصه کردم دیگه ما تو فارسی استفاده نمی کنیم ولی خیلی زیباست. در افغانستان میگن قصه کن، قصه میکنم، یعنی قصه کن، یعنی بگو داستان چی بوده. خیلی و از او کمک طلبیدم. بعد از دو روز خبر داد که کار را تمام و اصلاح کردم و قرار شد شب جمعه آینده بعد از نماز مغرب و عشا آصف ساله منبر برود و آقا هم پای منبر بنشیند و استماع نمایند. همونطور شد. من هم رفتم و پس از خاتمه منبر در خدمت آقا به منزل ایشان رفتیم. حضرت سید به آقا سید محمد پیغمبر فرمود اشخاصی که مهمانی میدهند حالا وقت مهمانی دادن اونهاست، مهمانی بدن ما بخوریم. فوری عرض کردم اشخاصی که در مهمانی بایستی باشن معین فرمایید و فردا که جمعه است تشریف بیاورید. ایشان قریب 50 نفر را به سید محمد پیغمبر فرمودند. من هم برای تدارک فوری به کوفه رفتم و بسیاری از ایرانیان که با عیال به زیارت آمده و زمستان هم توقف نموده بودند مانند من به کوفه منزل گرفته سکونت داشتن، همه شب به همه اونها خبر داده تماما در تدارک فردا هم دست شدند. فردا 2 ساعت به ظهر مونده حضرت آقا تشریف آورد، آدم خود را دنبال آسه ساله فرستادن که آقا تنها هستن، زود آمد و قبل از آمدن مهمان ها به آقا عرض کرد حالا که شما از من گذشت فرمودی و من هم توبه کردم، آیا واقعا اشخاصی را که بالای منبر من فاسق و فاجر میخواندم صحیح نبود؟ یه در گفته آقا فلانی و فلانی فاسق و فاجر هن، بهشون هم برخورده. حالا احتمالا یه پولی یاسر ابوالحسن از اون آدم هایی که این میگفته فاسق و فاجر هن میگرفته، خب نمیتونست بشینه گوش کنه که دیگه کسانی که به این پشت اینو پشتیبانی میگن پول بهش میدن، به اینا میگه فاسق و فاجر. منتاز زدتش به یه فضیلتی که آقا شما آبروی مردم رو نبرید اینا. از اینجور سخنان لاته. کار آخون با دروغه، از بن دروغ. خب حیف که وقت کم هست واقعا. اینجا میخواستم یه قطعه بخونم از کتاب عرصبت که تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهارم، نوشته دکتر محمد جواد مشکور. دکتر مشکور استاد خیلی خیلی استخونداری بود و مرد دانا و دانشمند بود، تألیفات زیادی هم داره، نمی کارش. میخواستم بخونم خدمتون که چگونه بین زن حسن عسکری و برادرش جنگ شده، جعفر. و شیعیان گفتن خب جعفر کذاب. آقا کذاب نبود، میگه آقا پولی که مانده این بچه نداره، پولی که مانده به من میرسه و این زنه. البته دعواشون شد سر مقدار میزان. حالا چیزی که ما میفهمیم از این جنگ اینه که این بابا آدم ثروتمندی بوده، این حسن از عسکری ثروتمند بوده که سر ثروت جنگ شد. و بعد میگوید که خلیفه آمد کنیزای اینو هر کسی بود آوردن زناشو در کاخ خلیفه، یک سال اندی با چند ماما نگه داشتن که ببینم بچه داره یا نه. این تحقیق خلیفه مال این بوده است که مال این نبوده که بچهشو بکشه، مال این بوده که تکلیف ارث روشن بشه. بعد اینم بچه نداره، خیلی خوب. بعد بین اون دوتا یه جوری کار رو روبرا کردن که این متن اینجا، چون وقت کمه من دیگه از کتاب نمیخونم، شما رو حواله میدهم به هر شبت که صفحه 130 کتاب تاریخ شیعه و فرقه های اسلام، بسیار بسیار مستند و خوب هست این کتاب. یک جاهای تعصب شیعگریش رو داره آقای مشکور و از صورت یه آدم شیعه بوده، اما مستنداتش همه درست و خوب و خیلی خیلی قابل استفاده است. خب اینو بذاریم که بیاین سر شقاوت ایرانیان به جان حیوانات، که حالا به شما عرض میکنم که ما چون همه چیز رو به عرب منتسب میکنیم و اسلام و اینها، باید خوب به قضایا نگاه کنیم. آخوندهای قدیم ایران، آخوندهای قبل از عرب، اینا بزرگشون یک سیخی داشت، چوب بلند یک سیخی به سرش بود. این نشانه این که حیوان میکشیم به جز گاو و سگ. و من شما رو حواله میدم به تحقیقات مرحوم استاد پورداوود، به جز گاو و سگ و اسب
احتمالا گوسفند که استفاده میکردن، تمام شیر و پلنگ رو گرفته تا هر شبت که انواع حشرات رو اینا شیطانی میدانستن و میکشتن. یک روز هم که روز مخصوص کشتار بود، هر کسی ایرانی مؤمنی یک سیخی دستش بود، یک چوب بلند بود سرش، یک چیز تیز، به هر حیوانی میتونی بگه به شکمش میکشتن، بار انبار میکردن اونجا. و عرض کنم که این کارشون در حضرت خداوند از سبب که مورد قبول واقع بشه. بنابراین سابقه کار رو داریم. حالا من نمیگم همه این کار رو میکردن، اما دینی ها این کار رو میکردن و توصیه میکردن. حتما آدم های درست حسابی بسیار بودن، دانایان، انسان های بزرگوار که نگهداری میکردن از حیوانات حتما بودن. اما اون چه مسلمه است آن است که در اوستا در حق سگ و در حق اسب بی اندازه به بزرگی سخن رفته، به جهت فایده که برای انسان داشته، بسیار بسیار چگونه عرض کنم فصیح و بسیار عمیق در باب عظمت سگ و اسب سخن رفته. حالا این دو کتاب متاسفانه در اختیار من نیست، در لس آنجلس هست، اونجا که رسیدم میام خدمتتون میارم. و مقاله مفصل استاد پور داوود رو که استاد تحقیقات اوستایی بود برای شما خواهم خوند و همچنین سگ. اما در اسلام عزیز عرض می شود که این سگ کشی و آزار حیوانات اینها اسلام شروع کرده مبتنی بر تعلیمات یهود، چون اسلام چیزی نیست جز یهودیگری با رنگی از فرهنگ عربی، مبالغی هم سرقت از عرض میکنن که آیین زرتشت مخلوط کردن و اینو درست کردن، اما اساسش یهودیست، رفتار یهودیه، نزدیکترین آیین به دین آیین اسلام. حالا قبل از اینکه این وارد بشم عذر میخوام یه تکه هم از این آیت الله خراسانی لطفاً، گفتم مسیحی یادم آمد، تا من بعد برم سر بیهقی و سعدی در باب عطوفت و مهر و جوانمردی نسبت به حیوانات. بله، این آیت الله رو گوش کنین راجع به مسیح چی گفته تا بگر خدمتتون. اینم آیت الله خراسانی، حیف خراسان، حیف خراسان، حیف اصفهان، حیف این شهرهای قدیم و بزرگوار ما واقعا که این آدم از توش میاد بیرون با این حلقا. خب آیت الله رو لطفا نشون بدید به مسیحی‌ها، ببین چه میگوید. دروغ، سخن مغالطه آمیز لاتائل، نگاه کنید، قرآن او را مسیحیت جاهل نادان که در اون کشیش اگر ارزه دارن جواب این کلمه رو بدن، قرآن او رو می سوزانه اما اینقدر نمی فهمه. اگه قرآن او سوخته شد نتیجهش اینه که عیسی ابن مریم میشه ولد الزنا. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کسی که دامن مریم را از زنا پاک کرد و طهارت مولد عیسی را ثابت کرد قرآن اوست. ای پاپ با مونده که سکوت می کنی، ارزه داری جواب اینا بدی؟ اگر این قرآن نبود به حکم تورات و انجیلی که الان هست عیسی ابن مریم ولد الزنا و ولد الزنا محروم از ملکوت خدا، پس هم نسب عیسی هم حسب عیسی. این آقا عرض شود که سخن لاتائل میگه، این آقا مزخرف میگه، حضرت آیت الله با عرض پوزش خدمتشون داره مهمل میگه.
مرد حسابی، عقل کجاست؟ پدر جان، اولا که تورات که تحریر خیلی خیلی قدیمه، در باب مسیح، مسیحیت هم عرض می شود که مثل اسلام و اینا، اون چه مربوط به جنسیت انسان بود پلید و کثیف می دانست. حالا گرچه خودشون به 7 ساله هم رحم نمی کردن، اما مسیحیت بیشتر و آخوندهای مسیح بیشتر. داستان مریم و عرض می شود که قصه هاش رو در گاسپل متیو و لاک، اینا همه هست که میگوید آقا این در واقع نفس قدسی بود، روح القدس که در مریم دمید و عیسی به دنیا آمد. چه بلد و زنای مرد حسابی، دم روح القدس، حاطف اصفهانی گفت دم روح القدس زد چاق در پیراهن مریم، نمایان شد میان مهد زرین طلعت عیسی. یعنی داستانی بوده که بین شیعیان قدیم مشهور بوده. حالا اصل داستان چه بوده رو من کاری ندارم، که دم روح القدسی نبوده یا خانم شوهر داشته یا یوسفی بوده، اینا کلا بعد بس ما به دوره. اما یهودی ها هم چون نفرت خارق العاده از مسیح داشتن و هنوزم متأسفانه‌شون دارن، قرنها اسمش نمی‌بردن، گفتن بله این ولد زنا بود، نه در تورات، در همین نوشتجاشون و ادبیاتشون. اینا من فکر نمی‌کنم در تورات چنین چیزی، چون تورات تو تحریر حدود 1000 بین 700 تا 1000 سال پیش از میلاده، که این عرض کنم که قبل از اینکه شوهر کنه آبستن شد، عیسی در طویله به دنیا آمد، ربایی بود، ربای یهودی بود و از این حرفا میزد و ادعاها داشت و اینا، در حالی که چنین نبوده. خود مسیح هم نمیگه من پسر خدا هستم و از این حرفا. اما در باب ولادتش داستانهای مسیح خیلی زیباست، چون هر چیز لمس انسانی رو ناپاک میدانستن، گفتن دم روح القدس بوده، پدر پسر روح القدس. این آقا داره لاتائل میگه، قرآنی که اینم 500-600 سال بعد از مسیح آمده، چه چیزی رو میخواسته دیگه ثابت کنه؟ همش ادعاست آقا، اینا همه ادعاست. هرچی این ادیان میگویند ادعای قابل، یعنی غیر قابل اثبات، یعنی در واقع ادعای بیهوده است. ادعاهاشون در مورد نمیدونم رسالت و نبوت و اینا همه ادعاست. هیچ کدام از این ادعای مذاهب رو کسی به اثبات نرسوندی، یک کلام حقیقت در اینا نیست. حالا ما میگویم شما قبول نمیکنید، ما با شمشیر شما را حالی میکنیم، جز ما باشی تو البته میتونیم بریم خارت هم بکنیم، زن و مردم هم بگیریم، وضع ما خوب بشه، نیستید گردنتون میزن. یه مرد به این سن باید خجالت بکشه، این اهل دینه، خیلی قرآن برای مریم احترام آورده، او رو شریفترین زنان عالم دانست، حالا آیاتش یاد من نیست، ولد الزناست با اون عمامه. اینا به عوضی که در این سن محل حکمت بشن، محل صلح بشن، با احترام سخن بگن، یه مرتبه دهنشو باز میکنه میگه مسیح ولد الزناست. شرم‌آور واقعا، اینا دیگه زده به سرشون آخوندا. خب برگردیم سر داستان حیوانات. بنابراین عرض می شود که در فرهنگ عرب، ما امروزون وقت کم است دیگه، موسیقی هم پخش نخواهیم کرد، هم میریم جلو بریم کجا برسیم. عرض کردم بارها که سگ بسیار مقام بلندی داشت در این سهاری. اینا مردمانی بودن متحرک، نیازمند بودن در این بیابانها به سگانشون. ابن کلب، و کلب چه مقامی داشت؟ اینا حضرت قطعی مرتبت آمدند و فرمودند اولین بار کشتار سگان به دست مولا علی. سگا رو کشتند و سگ رو نجس اعلام کردند و این حیوان بدبخت قربانی فتوای اوناش. میگن انسان نزدیکترین رفیقش سگه. این عاطفه‌ای که این حیوان داره بی‌نظیر، شگفت‌انگیزه واقعا. حالا ما کی هستیم که باید حیوانات بکشیم؟
برتری ما واقعا در ذات القدر چیست؟ خدمتون خوندم از تذکرت الاولیا داستان بایزید سلطان العارفین، گفت را باز کرد سگ آمد، سگ رد چه گفتن آقا اشرف مخلوقات که هست یکی سلطان العارفین بایزید، چگونه سگ رو مقدم میدونه؟ گفت این سگ به من میگفت آقا منم مثل تو هم، نه من که پوست سگ به تنم هست نقصان ایجاد کردم در عالم خلقت، نه تو که انسانی و دود و پا را میدی کمالی ایجاد کردی، ما مثل همین. خیلی حرف بزرگیست. یه عکس برای من فرستادن، یک سگ کوچولو از اینه که گوشای بلند دارن آویزون، یه برادر مسلمان کارد برکشیده گوشای این سگ بدبخت از بیخ بریده، اونقدر به من زنگ میزنن و از قدیم و جدید که آقا تمام این حیوانات به کوچه‌های تهران شل و کور و اینا، واقعا این شقاوت واسه از بین بره؟ این چه جور رفتاری است؟ گاندی یک سخن مشهور داره، میگوید میزان مدنیت یک جامعه رو از رفتارش با حیوانات باید تشخیص داد. بی‌رحم این فرهنگ اسلامی، هیچ ترحمی در حق هیچ کس نداره، در حق انسان نداره، در حق حیوانات. تنها دینی که گفته است هر که از ما نیست بر ماست، این اسلام عزیز بوده. تنها دینی که درش شمشیر هست جهاد هست، این اسلام عزیزه. یکی دو تا داستان خدمتتون میخونم. باور کنید ما بچه که بودیم، خب داستان همین حسین و همین داستان ها بود دیگه، حسین و علی و ائمه و اطهار و از اینجور قصه ها، اون چی میگفتن، اون چی به گوش ما بچه ها، خودم عرض میکنم به نمایندگی از طرف خودم، به دل مینشست و به همه فضیلت ها و معجزات میارزید، این داستان زامن آهو بود. لطیف بود، انسانی بود، نشون داد که اینا هم ترحم داشتن، که نداشتن اینا ترحم، هیچ کنمشون ترحم نمیفهمیدن، اما ایرانی ها درست کرده بودن، چون خود آهو یعنی نفس یعنی گناه، پیداست قدیم آهوی مقامی داشته به خاطر زیبایی و معصومیتش و نگاهش، که بله یه صیادی میخواستم چه بکنه، این حضرت سامر الائمه زامن شد و این آهو، تصویرها میکشیدن خیلی زیبا بود، اینا خوب بود اما تعداد زیاد نبود. خب یک داستان شگفت‌انگیز هست، از این داستان کوتاه از بوستان خدمتتون بخونم. سعدی که به تعریض، لا بل به تحریض در واقع آمده و این داستان‌های بی‌رحمی های اسلام رو تلطیف کرده، تلطیف کرده و رفت کرده و نفی کرده این جنایتکاری ها رو که اسلام عزیز توصیه میکنه. به تصریح تمام، به تصریح تمام بعض اوقات. خب من میخونم خدمتون اینجا. خب ببینید چقدر زیبا و انسانیست، مایه افتخار واقعا این پیام های انسانی در این ادبیات، اینا چیزهایی است که ما داریم، ما به اینا مینازیم، به سعدی ها، عطار ها، اینها مایه فخر ماست، چون پیام ها همه انسانی و لطیفه، ما مردم خشنی نبودیم. خب یکی سیرت نیک مردم شنو، اگر نیک بختی و مردان رو، که البته علامت سوالم یا مرحوم فروغی هم تردید داشته در صحت این بیت. خب کشبلی، کشبلی ز هانوت گندم فروش، بده برد انبان گندم به دوش. هانوت باید اسم یهودی باشه، یک تاجر یهودی گندم فروخ. شبلی، شبلی عارف بزرگ که میدونید حاکم نهاوند بود یا دماوند، ببخشید دماوند، دماوند، و میرفتن خدمت خلیفه خلعت و انعام میگرفتن. یک روز شبلی بعد از اینکه خلعت گرفت، حالا نوروز بود هرچه بوده، اومده بیرون دهانش رو با این پاک کرده، با این خلعت خلیفه، دیدن گزارش کردن
خلعت ازش گرفتن، توهین کردن، اومده بیرون دیده عجب دنیای بیوفایی. تا دیروز شبلی بود و حاکم بود و شاه بود، حالا هیچی نیست، صفر هم هست. بعد رفته خدمت جنید، شیخ طایفه جنید، اینا همه ایرانی بودن، عرفای بزرگ مکتب خراسان که به جای خود در مکتب بغداد هم بزرگان و متصرفین همه ایرانی بودن. خب حالا میگوید شبلی رفت پیش هانوت گندم فروش، یه انبان گندم خرید، به دوش کشید و برد به ده مصرف کنه. نگه کرد و موری در آن قله دید، که سرگشته هر گوشه ای میدوید. موری بیچاره گم کرده رفقا رو، منزلش رو، جایگاهش رو، وطنش رو گم کرده، سرگشته بین گندم ها هراسان میدوید. خیلی خوب تجسم کرده. نگه کرد و موری در آن قله دید، که سرگشته هر گوشه ای میدوید. زرحمت بر او شب نیارست خفت، به مأوای خود بازش آورد و گفت: مروت نباشد که این مور ریش، پراکنده گردانم از جای خیش. گفت شبلی از معرفتی که داشت و از رحمتی که داشت شب خوابش نبرد، فردا مور رو برگردان درست همون جایی که برداشته بود، گفت مروت نیست من این مور رو سرگردان کنم. بعد نصیحت میکنه سعدی: درون پراکندگان جمع دار، که جمعیتت باشد از روزگار. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دان کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است. البته یه واریانت دیگه هم هست که او نیز جان دارد و جان خوش است. سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی به پایش در افتی چو مور. درون فروماندگان شاد کن، ز روز فروماندگی یاد کن. که این اشارش به مستبدین و زورمنداست البته. بله، گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست، تواناتر از تو هم آخر کسیست. الاخر که در دبستان ها ما این داستان ها رو میخواندیم، اما امروز گمان میکنم که حذف کردم. اساسا چیزی از سعدی کتاب ها نیست، چیزی از شاهنامه نیست. این وظیفه خانواده هاست که این ارتباط فرهنگی رو از بچه ها باز نگیرن، چون امیدی به این آخوندهای جنایتکار که نیست. خب حالا چون از داستان حیوانات صحبت کردیم، تعریف حیوان آزاری مطابق اون چه قانون آمریکا کرده است این است که هر نوع اذیت و آزار یا نگلیجنس یعنی بیخیالی، یعنی شما یه سگی رو، حیوانی رو، مرغی رو، هر چی داشته باشی بذارید و نگلکت کنی، در واقع بهش نرسی، آب بهش ندی، غذا بهش ندی، این حیوان آزاری است. حیوان آزاری اینا و مجازات داره، مجازات سخت داره. در این آمریکا هم آدم های دیوانه بسیار هستن و تا اونجا که به تاریخ اروپا مربوط میشه، این داستان از انگلیس شروع شده. بعد از تسلط امپراتوری روم اینا این عادت رو پیدا کردن که حیوانات رو به جنگ انداختن، یعنی سگا رو به جنگ خرس، سگا به جنگ سگ اینا، و اینا حیوانات آزار میدیدن. داستانش خیلی مفصل هست که وقت ما هم اجازه نمیده. اجازه بدید از بس قلم حاج ابوالفضل بیهقی زیباست ما این داستان رو میخونیم، خیلی به دل ما اثر میکرد، بی اندازه مؤثره. این داستان امیر عادل سبکتگین و اون داستان آهو، فکر کنم یه بار دیگه هم چند سال پیش موندم خدمتتون، حقیقتا لطیف و مؤثره در باب حکایتش. حالا میگوید از عبدالملک مستوفی به بست، شنیدم بست شهری سر افغانستان. حالا که مردی سدید بود و چنان و چنان، که کوتاه میکنم من همه داستان رو نمیکنم خدمت. بله،
و من حاضر بودم. میگه که امیر سبکتکین با من شبی حدیث میکرد و احوال و اسرار و اسرار سرگذشت های خیش باز مینمود. پس گفت، بعد نقل قول، پیشتر از اون که به من به غزنین افتادم یک روز برنشستم. برنشستم یعنی سوار شدن، سوار اسب شدن. برنشستم نزدیک نماز دیگر و به صحرا بیرون رفتم به بخت و همان یک اسب داشتم و سخت تیز تگ و دونده بود. تیز تگ، تنت بر تگ رخش. مهمون کنم به برز و به کوپال دروان کنم. تک تیز تک تیز دو. خب چنان که هر سیدی که پیش من آمدی باز نرفتی. آهوی دیدم ماده و بچه با وی. این اسب من به بچه بود که هیچ شکاری از اسب من نمیتونست فرار بکنه، چون اسبی سخت دونده و تیز تک بود. بعد یک ماده آهوی و یک بچه میگوید من دیدم. اسب را برانگیختم و نیک رو کردم و بچه از مادر جدا ماند و غمی شد. معنی کاملا معلومه، بچه می غمگین شد، بچه از مادرش جدا شد، غمی شد. بگرفتمش و برزین نهادم و بازگشتم. عرض کنن که این آقای محمد مرسی دوچار اشتباه شد، گفت حالا ما یه میانجیگری کردیم با این حمس و اینها، حالا وقتشه که دیکتاتورمون رو اعلام کن، بگیم این نهادهای قضایی هیچ که حق نداره امریه ما رو اجرا نکنه. مردم هم به دهانش کوبیدن به قول معروف که این مردک باید بره. این داستان استبداد مؤثر نیست اینجا. ما اون آقای حسنی مبارک رو برداشتیم که استبداد نباشه. تو رو می‌خواستیم چیکار بکنی با این هیبت و هیئت تو، حرف زدن تو این. اینه که مردم در میدان تحریک یک نفرم گویا جانش از دست داد. خب برویم سر کلام بیهقی و این داستان بچه‌بله. و غمی شد، بگرفتمش و برزین نهادم و بازگشتم. و روز نزدیک نماز شام رسیده بود، چون لختی براندم آوازی به گوش من آمد. باز نگریستم، مادر بچه بود که بر اثر من آمد و قریبی و خواهشکی میکرد. به به، این خواهشکی میکرد خیلی خیلی تجسمش فوق العاده است. یعنی خب آهو که نمیتونه حرف بزنه، اما از اون ناله هایی که میکرده به گوش سبکتگین خواهش میامده. خواهشکی میکرد. اسب برگردانیدم به طمع اون که مگر وی را نیز گرفت، مگر وی را نیز گرفته آید. این را باید اینجا اشتباه باشه، مگر وی نیز گرفته آید، نه اینکه مگر وی را نیز گرفته آید. بالاخره کتاب من میخونم. و بتاختم چون باد از پیش من برفت. بازگشتم و دو سه بار همچنین میافتاد و این بیچاره گچ میآمد و مینادید. تا نزدیک شهر رسیدم، مادرش همچنان نالان نالان می آمد و دلم بر وی بسوخت و با خود گفتم از این آهو بره چه خیزد یا چه خواهد آمد. مادر او بر این مهربان است، رحمت می باید کرد. بچه را بر صحرا انداختم سوی مادر بدوید و قهیو کردند و هر دو برفتند سوی دشت و من به خانه رسیدم. شب تاریک شده بود و اسبم بی جو بمونده، سخت دلتنگ شدم، بر تغییرم بوده گویا. و چون غمناک در وثاق بخفتم، وثاق یعنی اتاق جای بخفتم، به خواب دیدم پیرمردی را سخت فرهمند که نزدیک من آمد و مرا میگفت یا سبکتگین، بدون که اون بخشایش که بر آن آهو ماده کردی و اون بچگک را به دو باز دادی و اسب خود را بی جو یله کردی، شهری را که اون را غزنین گویند و زاولستان بر تو فرزندان تو بخشیدیم.
این داستان بسیار بسیار لطیفی است که حالا بقیهش دیگه از مقالطه است دیگه، که رسول الله اومد گفت که ما چون بچه ها رو رها کردی بست و قزوین و کابلستان و اینا بخشی برو قارت قارت کن، حالا یا آهو بچه آزاد کردی برو 50,000 پرم سر برو اموالشون رو بگیر، چون میکردین این کاره بودن در واقع. دزدی در هند رو همین آلوپتگین و سبکتگین و پسرش و خونخوارش اینا شروع کردن دیگه. اما داستان اونقدر لطیف و زیباست و به حقیق و بعضی نوشته که تا ابد فارسی زبانان خواهند خواند و تحت تاثیر این قطعه زیبا قرار خواهند گرفت. خدمت شما عرض کنم که توصیه میکنم این کتاب تاریخ شیعه و فرقه های اسلام اگر به دست آوردید و باشد حتما بگیرید و بخوانید. یک تکه هم اینجا هست اگر که من پیدا کنم و بخوانم. چه میزان وقت داریم امیر جان عزیزم؟ یا اصلا وقت نداریم؟ خیلی خوب، یادی بکنیم از دلاوران، از مردان ایران زمین، زمانی که مردم در صحنه سیاست بودن. بارها عرض کردم مردم ما بعد از مشروطه آمدن سرنوشت ملت و سرنوشت کشور دخیل بودن. از کودتا سران قشقایی، سران در واقع شیراز آمدن یک نامه ای امضا کردن که جنبش ملی رو نگهداری بکنن. خیلی جالب است، قرارنامه سران قشقایی. من میخوام خدمت شما عرض کنم که وقتی که اون جاسوس آمریکایی روزولت آمد در یه مکالمه با پادشاه سابق میگوید بختیاری زار نو مور، قشقای زاده نمیز، یعنی بختیاری دیگه وجود نداره، قشقایی ها دشمن تو هستن. اینا خودش تو کتابش این همین عبارتی که عرض کردم انگلیسی آورده. خب حالا اینجا میفهمیم چرا اون حرفو زده. به منظور تشکیل و تحکیم اتحاد کلی افراد و آحاد و کت خدایان و قوانین قشایی و نگهداری این اتحاد و تعیین روش صحیح و آبرومند در قبال هر نوع حادثه سیاسی، قرارداد زیر بین امضا کنندگان منعقد میگردد و کسانی که این ورقه را امضا میکنند وجدانن و اخلاقن متعهد میگردند که نکات متن را پیوسته نسب العین خود قرار داده و تحت هیچ عنوان و بهانه کوچکترین فعالیت خلاف اون را ننمایند و بدانند که هر گونه عدم رعایت نسبت به متن قرارداد به منزله چشم پوشی از وجدان و ناموس می باشد. یک، طرفداری از ادامه نهضت ملی. دو، عدم تماس با افراد دولت و ارتش. سه، احتمال مجازات ممکنه نسبت به کسانی که به اصول این اتحاد احترام نمی گذارند. چهار، ادامه همکاری و مراقبت از اوضاع عمومی کشور به اطاعت از تدابیری که به وسیله اکثریت اتخاذ می شود. پنج، اگر تعرضی از طرف مامورین دولت و ارتش بشود همگی متفقا اقدام و جلوگیری می نمایی. در واقع تا اون روزگار مردم قوت مقابله با دولت داشتن، تا اینکه مردم ما رو سرکوب کردن با غیرت و شرافت و دلاوری. 80 سال در مملکت ما مبارزه شده و همه تسلیم شد. به راست کنم سران قشقایی هنوز میتونستن جواب دولت رو بدن. اینجوری باید باشه من بگم که ستمکاری نباشه. حالا امضا کنندگان جالبه. بله، زیاد درشوری، الیاس کشکولی، اینا قبایل بزرگ و صاحب نفوذ منطقه بودن، همه رو گرفتن از بین. مثل بدنی شد ایران زمین که گلوبولای سفیدش رو از بین ببرید. یه میکروب مثل خمینی میاد خب میگیره دیگه. خب درشوری، احمد کشکولی، مظفر کشکولی، زریر فارسیمدان یا فارسیمدان، بله اگه خونده راست خونده باشم، حسین زکیبور فارسیمدان، امیر تیمور ششبلوکی، حسین ششبلوکی، جهانگیر درشوری، ابراهیم نمدی، عبدالله کشکولی، ابراهیم درشوری، محمد علی کاظمی درشوری، حبیب الله قراچه، اینا پشتیبانان حضرت ملی و مرحوم دکتر مصدق بودن، کاکا جان چگینی، سردار جهانگیری، حیدر کشکولی، الیاس گرگینپور، محمد ناصر قشقایی، ناصر خان هستن، ملک منصور قشقایی برادرش، محمد حسین قشقایی برادر دیگرش و خسرو قشقایی، خسرو خانه که به زاری کشتن این آخوندها در شیراز و اموالش رو تقسیم کردن. ناصر خان و خسرو خان این چهار برادر
اینها عرض کنم که از مخالفان استبداد هستن، خانواده بزرگی بودند و این سند از اینها به یادگار بر صفحه روزگار باقی ماند. اینها بودن، اون آخوند کاشانی هم بود که پول میگرفت و به جاسوسای خارجی کار میکرد. گردن فرازی رو در مملکت ما سرکوب کرد. مردم ما گردن فراز بودن، آقا دلاور بودن تا اصل استبدادی جدید. به عوض برکشیدن ملت و دمیدن روح دلاوری و آزادیگی، اینها تسلیم رو میخواستن، انقیاد، رقیت به قول معروف. حالا یادم اومد از اون خانم شهرداری که میخواست بگوید که اعلی حضرت همایونی سند رقیت زنان رو پاره کردن، گفته بود اعلی حضرت همایونی سند رقیت زنان رو پاره کردن. اینا هم دانشمنداشون بودن. بعد آقای نصرت الله امینی، پدر دوست عزیزم آقای امینی، به این خانم گفته است خدا رو شکر که اعلی حضرت فقط سند رقیت رو پاره کرد. این باعث شکره. بعض سند رقیت وقت ما تمام شد. هموطنان گرامی، از اینکه توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم. سپاسگزاری میکنم از امیر که همواره به بهترین وجه و با منتهای استادی و دقت برنامه ها رو هدایت فنی میکنه. من واقعا از امیر خیلی خیلی ممنونم. و شما دوستان همزبانان هر جا که هستید، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.